دنیا نفوس است، تو از این مهمترین نفوس تاریخ هستی که این از 5000 سال پیش ادعای تمدن دارد. پس تو آریایی اصل هستی، تو قوم حضرت ابراهیم، مگم پیرو ابراهیم هستی، ابراهیم علیه السلام، و که او هم از نواسگان نوح علیه السلام بود. پس در این موقع ما شما باید متوجه باشیم که بعض دوستای ما باز دوباره لایف میگیرن و سر نفرا بحث میکنن و آدمایی که بند بوت ما اونا رو ارزش نمیتیم، رفته یک چهار تا چپاتکاری کرده و هم به زور فدراسیون افغانستان به نام افغانستان علامت خود به نام میاره نامکشی دارن. بعدش مانده بود 11 سال به دستشان بود و امروز او کاب به کابل آورده شد و به قدرت همو شیرمردان افغانستان ما و شما. خب به هر حال من هستم در کنارتان جناب آقای پشتونیزم. ما که هست ما رو نه کسی به زور نه به زر، ما از کسان نیستیم که خود بیایم دو روز بعد بگیم ما فرما همو کسی که بودیم، اما تو اما قبرت اعلان میکنم که از اون بچه های همو تو اصل افغانستان هستیم و افتخار میکنیم که افغان هستیم. و ما به ده و دشنام هم بعضی وقتا دیدم که اینا بسیار لچک هستند، اما برایتان میگم که باز اگه از قندار تا هرات داخل شدی باز اون سرزمین خانها میشه، باز اون وقت هر قدم میشه که تو ماندی باز تو میفهمی که تو واقعا روی بم را میری، چرا که تو در مقابل اشخاص میزنی که اونا امو را و چی اونا تربیه شده امو وطن است، تربیه شده ما تربیه شدیم. اگر نه من در میدیاها زیاد سالاست یا کسانو میبینم که اینا چی میگن، مگم ببینین که گپا امو ارزشش از آوازش کرده، از بلندیش کرده، ارزشش بیشتر است، گرنگیش بیشتر است. بازم من میتونم که بسیار تاریخ‌های شرم‌آور را من بکشم، اما ترس از خدای خود دارم، ترس از مو افغانیت خود دارم که افغانیت به من میگه که چیزا را افشا نکن. من در ظرف 3 سال از گفتیم که من در بعضی تاریخ‌ها را سانسور میکنم به خاطر عزت، به خاطر آبروی وطن خود، به خاطر هموطنان خود. ولی اگر تو باز آمدی در صفات مجازی، باز بزرگای مرا دوزیدی، باز میام باز به تاریخ نو، باز به برنامه نو، یعنی آقای ارپارسنگ آمد هفته پیش گریان میکرد برش گفتم نکو که پیش دشمن ما را فلانک میکنی، یعنی دیدی که دشمن برات پوزش شده خواب زده. در اصل این کشورهایی که ادعای تاریخ تمدن دارن ایران هم، یعنی اینا کدام از اینا در جام جهانی چی روان کردن که ایران را به جام جهانی بود؟ خب به هر حال اینا تاریخ خود جل کردن و با یادتان باشه که اینا هر چیز خود جل کردن، چون ما تو خاصل هستیم، او مجبور است به درخت پربار سنگ زده رئیسم. ببینین چرا می تاجیکستان به ایران سنگ نمیزنه، چرا ایران به پاکستان سنگ نمیزنه؟ چون اینا میفهمن که تاریخ از اینا خودشان سست و پست هستن. پس اونا چی میکنن؟ ما و تو چون درخت پربار هستیم به ما و تو سنگ میزنن که از ما و تو بتانم استفاده کنن. تو که پارید کدا تو بیاد اینجا دو نوشته کن، اما تو که جد در قبایل جیر دادیم یادت هست؟ چنگیز چی رقم جیرش دادیم؟ خب به هر حال زیاد صحبت نمی کنیم. اینا کسانی هستن که عقده هستن، کاملا سر تا پای زینا عقده شده و اینا برگ برندم به دست تو است. تو بفهم که دشمنای تو در این مابین ما و تو باید از یک رای تیر شیم که اونمو دیب ها و از غول ها و از پری ها باید ما و تو تیر شیم. چرا؟ چون تو افغان استی، از پگان استی، سوارکار دلیر استی، در هر جا که رفتی تو فاتح بودی، تو فاتحان از این سرزمین بودی. حال آمدن در تلویزیون ها میخوان جور کنن که جنیسایت جنیسایت، کدام جنیسایت؟ کدام جنیسایت؟ اینجا مردم غول نیست، پیشی سر جای جنیسایت جنیسایت جور میکنی. تو اوغان گفته برو اوغان از خود دفاع نکنه، پرت خزانه است، چون از پشتون است، بیادر امیر کرور است، 1300 سال قدامت داره. من نمیخوایم به مو خاطر نمیخوایم بکسد بزنم که شما هر روز من بیام بزنم که بیادر همه قدر که زده میتان بس است، مگم شما همه قدر شرم عیان نداره بسته از امو خودم شهنامه فردوسی 1000 سال نمیشه. مگم امیر کروره که ما و شما اگر گپ بزنیم صحبت شو بکنیم اشعار از اوره که ما سعی کنیم باز برای تگه اینا رو بیاریم خب به 1300 سال هم میرسه، ولی که ما یاد نداریم که اکثر بیام خود همیتی که برتان میگم اینقدر زیاد خود تبلیغ نکنه، چیزی که باید عیان است میگه چی حاجت به بیان است. ضرورت نیست که ما بیام اکثر تبلیغ کنیم و هم بین 4 تا کسانی که خودشان سرشان به کونشان نمیارزه، 3 پشت همینایی که میان نمی لایفا خود که میگیرن دو میزنن افغانا رو میگم من افغان نیستم، تو همین 3 پشت از زیر بکشیم بر من میاره سجله شو ببینید از کجاست.
افغان ها هفت پشتش معلوم است. کسی که افغان است هفت پشت از اون معلوم است که چی غریبش باشه چی امیرش باشه، هر کدامش باشه. چرا این دلیل افغان بودن؟ همه کسانی که می افغان دو میزنه توهین میکنه با قصه از اینا نشه، اینا فقط جنگ از اینا دیگه چیز، اینا در اراضی کشور به دست از اینا نیست، سیاست کشور دیگه به دست از اینا نیست. معدنایی را که برای دزدی و چور و چپاول که از زمان داود خان برده رایستن دیگه به دستشان کلیای و خزانه نیست، قدرت نیست، سیاست نیست، عزت آبرو هیچی نیست. باز اینا میان به تصفات مجازی اونم ویدیوهاشون ما هنوز همونجا قید کردیم، باز میتونه سیو کنه. میگم ما نه به افغان عزت ماندیم، نه آبرو ماندیم، نه بیرق ماندیم، نه سیاست و نه خرد نه کلان. اینا تجزیه طلبای بودن که یعنی اشرف غنی، یعنی تو یک کار کرد که ما بسیار به تاریخ علاقه دارم فهمیدن. میگم اشرف غنی تو یک کار را کرد تا جایی که من فکر میکنم اشرف غنی کار را کرد از سیاست امیر عبدالرحمن خان هم تقریبا بالاتر زد، اگه به حسابش فکر کنین، اگه به حسابش فکر کنین، چون هم به حساب مالیات وزیر مالیه بود، فراموش رو نکنین. و ای در کنار سیاستی که سیاست امیر عبدالرحمن خان ای بود که تانست افغانستان منسجم بسازه، یک به مثل شم تبدیل به مردمش تحویل به مردمش داد که من خوب بودم یا بد بودم. گفت این تاریخ هست که باز ما را قضاوت خواهیم کرد. بازو تاریخ دانا هستن که میرن در لب بند کمال خان، بند سلما و 14 بند دیگه که ساخته شده و دیگر که ساخته میشه، او وقت شما میفهمین که بنیانگذار این کارا را کی کرد. و یادتان باشه که اشرف غنی هنوز هم در قلب های ما جا داره، مهم به ما قومش نیست. شما میگین اشرف غنی فرار کرد، امان الله خان فرار کرد، اگه مرد هستین چرا دو تا دیگر نمیگین؟ داود خان خود تا آخرین قطره خون خود داخل ارگ ریاست جمهوری امرای 18 نفر فامیل خود خود جنگید، آخر مجبور شد که زن و دختر خود بکشه که نمونه به دست از این مردگوا بفته. این روز تاریخ از ما برید بگو، نه این تو چهار تا حرامزاده، نه این بی غیرت نبود، نخواست که عطو گفت من خودم که نفتم، گفت زن اولاد خود ناموس خود قید نمیمونم به دست یه اشرار کثیف. گفته او وقت فهمیده بود که من اشتباه کردم، پادشاهی را خراب کردم، ولی که من به خدمت بر مردم خود کردم، گفت جمهوری جور کردم، جمهوری یعنی مردم به شما گفت من دادم، پادشاهی را گفت سلسله خراب کردم. و شما ایتون نامردای بودین که باز خواستن در درمان داوود خان عمو دوره صفوی را دوباره پس پیاده کنن، کار را سرمون مگم داوود خان تا آخرین قطره خون عمو تو که گفته بود، و ما را باید جنازه ما را از ارگ بکشیم، چرا که من سیاست ارگ را گره زدم و گیرش یا به دست ما باز میشه یا در غیر صورت من دیگه باید نباشم، افغانستان رو به تباهی میره. و همون طور هم شد. اون شما ببینین که بعد از شهادت، چرا شما تا حال از یاد نکردین داوود خان در داخل ارگ ریاست جمهوری و عنوان یک رئیس جمهور اول ما و شما تا آخرین قطره خون خود جنگی، او را چرا یاد نمیکنین؟ دکتر نجیب میگم میتونست فرار کنه، در این سالهایی که در کابل بود چرا فرار نکرد؟ چون لکه بدنامی را نمیتونست که خود کدام جای ببره. او را هندوستان بارها خواسته بود که بیام تا را میکشم از چیز، گفت نه من از اون کشور خود من بدنام میشم، عزت ما بروی ما نمیخواد. پس چرا شما اینا رو یاد نمیکنه اگه راست میگه؟ پس بفهم که خانه کج نیست، نگو بانه نکو که خانه کج است. تو رقص یاد نداری بچه، تو سیاست مدار نیستی، اجداد تو سیاست مدار نبوده که بفهم. همون پشتونی که میگه افغانستان خراب کرد، یادت باشه که آزادی و آبادی همی کشورم اول پشتون باید پای خود پیش کنه، بعد از تو خود پالین بودی همیشه بودی، ولی یادت باشه که اول پشتون پای خود که پیش کرد و اون تو هم میای همه ما میایم چرا که همون عدالت ره برابری را همیشه برقرار میکنه.